تلویزیون میهن. فرکانس جدید ماهواره یاسط AM6 Express Transponder A04 Frequency 12594 MHz Polarity Vertical Symbol Rate 27500 رادیو تلویزیون میهن. درود به همه عزیزان، درود به شما ایرانیانی که در ایران در حال مبارزه هستید و همچنین ایرانیان عزیزی که در تمام خارج از کشور مشغول فعالیت مبارزاتی برای حمایت از جنبش مردم ایران هستید. از این شروع بکنم. دیروز در پاریس برنامه‌ای بود، راهپیمایی که از میدان باستی به طرف میدان ناسیون حرکت شد. باستی همان میدانی هستش که در گذشته در زمان انقلاب در واقع زندان باستی در آنجا بود و امروز یک ستون بسیار بلندی در آنجا برقرار هست و تا مسیری که بره به طرف میدان ملت که این معنای بسیار سیاسی هم داره، البته در اینجا به خاطر اینکه یا از میدان رپوبلیک یا جمهوری میان به طرف باستی، یعنی فتح بکنن باستی رو، و از نقطه باستی میدان باستی میرن به طرف در واقع ملت که در واقع ملت سازی به معنای مدرنش صورت بگیره. بنابراین ما هم دیروز از باستی به طرف میدان ملت رفتیم. به هر حال برای راهپیمایی بسیار جالبی بود. شاید کمی بیش از 3000 نفر در این راهپیمایی شرکت کردند و در واقع به شکل بسیار آبرومندانه برگزار شد و ایرانیان و همچنین فرانسوی‌های عزیز هم در این مناسبات بودند. بیش از پیش مانند همه کشورها به هر حال فرانسوی‌ها نسبت به انقلاب ایران توجه دارند و در ضمن خود اون در آغاز در واقع برنامه هم ساماندهندگان فقط در نظر گرفته بودند که تنها به اصطلاح چند نفر از فرانسوی‌ها صحبت بکنند تا به این ترتیب ارتباط ایرانی‌ها و ارتباط فرانسه محکم‌تر بشه. و از جمله کارهای دیگه‌ای که صورت گرفت، در آغاز برنامه سرود ای ایران خونده شد و همچنین سرود فرانسه نیز خوانده شد. و در این تظاهرات یا به هر آغازش که یک گرد همایی بود و تبدیل شد به مثلا راهپیمایی و این در واقع از جمله پرچم‌هایی بود، پرچم‌های ایران بود در واقع با شیر خورشید و همچنین یک پرچم کرد بود، پرچم‌های مربوط به دیگر باشان بود، پرچم مربوط به عرضم حضورتون که اوکراین بود و همه در کنار هم بودند و واقعا معنای بسیار زیبایی داشت. همه با هم هستند و از جمله کسانی هم که مورد تبعیض پیوسته قرار گرفتن، اونها هم عملا راه خودشون رو، جای خودشون رو در کنار این تظاهرات کنندگان پیدا کرده بودند. و همچنین پرچم اوکراین و پرچم اوکراین کاملا درست بود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه امروز در کنار پوتین جمهوری اسلامی با پهپادهای خودش به سوی هدفهایی که در اوکراین در نظر گرفته میفرسته و بنابراین بخشای مهمی از امور زیربنایی اوکراین رو در واقع تخریب کرده و این پهپادها بیان به اصطلاح اتحاد عمل پوتین و خامنه‌ای هست و هر دو اینها دشمنان ما هستند. دشمنان ما هستند. در تمام این راهپیمایی ها که من بودم و دیدم، همیشه این حمایت از مردم در واقع اوکراین صورت گرفته. فقط یک بار حتی یک نفر گفت که ما اینجا برای به اصطلاح اوکراین نیامدیم، که بلافاصله در کنارش افرادی که بودن شاید حداقل 10 نفر واکنش نشون دادن که این حرف یعنی چی.
ما در واقع طرفدار آزادی هستیم، طرفدار دموکراسی هستیم، کشور خودمون رو میخواهیم برای رفتن به دموکراسی آماده و به اصطلاح تدارک ببینیم، و بنابراین اونها هم کشورشون توسط روسا و در همکاری با جمهوری اسلامی امروز در اسارت، بخشی از این کشور در اسارت قرار داره، و بنابراین البته این گونه حرف ها یا این واکنش ها رو بیشتر از محافل نزدیک به حزب توده یا کسانی که به هر حال روسوفیل هستند از جانب اونها بیشتر میادش. کسانی که به اصطلاح ندانن همچه حرفی نمیزنن، اونایی که میدانند و میدانند چه میخواهند بگویند که این واکنش هایی رو نشان میدهند. به هر حال این هم گزارش بسیار کوتاهی بود، و در این همین تظاهرات یا راهپیمایی دیروز از میان تعداد به هر حال فراوان یا زیادی که من ملاقات کردم در مسیر راهپیماییمون، و به هر حال برخی از این عزیزان رو میشناستم دیگر و برخی دیگر رو خوب نمیشناستم، ولی که اونها به لحاظ برنامه‌های گوناگون در کانال‌های مختلفی که وجود دارد من رو خوب میشناسن، لطف دارن، و از جمله کسانی حداقل دیروز سه نفر از عزیزانی که با هم دیگه به هر حال آشنایی پیدا کردیم یا به هر حال اومدن به سمت ما، گفتن که از جمله دوستانی هستن که همین برنامه ما رو در میهن میبینن. بنابراین دوستان عزیز، از دیروز تا به امروز بله ما هم دیگر دیدیم، دست شما درد نکنه، هم به خاطر شرکتتون در اون تظاهرات، هم به خاطر دیدن این برنامه ها و همراهی شما از این برنامه رسانی میهن. متشکرم از شما، خیلی ممنونم عزیزان من. خب نکاتی را که میخواستم علاوه بر این مطالب با شما در میان بگذارم، یک اعلامیه بود که این اعلامیه در واقع توسط یک انجمن فرانسوی منتشر شده، و این انجمن، انجمن به فرانسه قبلش میگم، تحت عنوان لیبر پانسور دو موند، لیبر پانسور دو موند یعنی در واقع انجمنی هستش که اندیشه گران آزاد، آزاد به معنایی که در واقع بیشتر اینها به نحوی اته یا ناباور هستند، و در نقد اسلام، در نقد ایدولوژی های گوناگون و ادیان گوناگون پیوسته کارشون در این زمینه ها میگرده، و که البته من هم جزء این انجمن هستم به خاطری که نوشته در واقع آزاد اندیشان جهان، و در این انجمن در ضمن کسانی هستند که از مصر هستن، از فرانسه هستن، از کانادا هستن، از آمریکا هستن، از ارزموتشون که بلژیک هستن، از آلمان هستن، بنابراین یک دنیای مجازی بسیار زیبا با اعضایی که از سراسر نقاط جهان با همدیگه صحبت میکنن و برنامه هفتگی دارن از طریق بنابراین زوم، و از جمله برنامه ها در این هفته پیش بود که برنامه کامل اختصاص به ایران داده شده بود، و اینها در ضمن یک اعلامیه صادر کردند که همین امروز این اعلامیه‌اش به دست من رسید. تیکه ها یا پاره ای از این اعلامیه رو برای شما عزیزان میخوانم، و این بیان چیست؟ بیان اینی که نگاه بکنید، نمونه ای هست در تاثیرگذاری انقلاب ایران روی جهان. عزیزان من، روی جهان که میگن، این به طرز جدی دارم میگم، هم در محافل دیپلماتیک و سیاسی این تاثیر رو میبینیم که در واقع به نحوی استراتژی دولت ها داره تغییر پیدا میکنه، و هم تاثیر این انقلاب ایران رو روی محیط انتلکتوری و روشنفکری و هنرمندانه این کشورها ما میبینیم، و همچنین تأثیر انقلاب رو روی مردم عادی این کشورها، اونهایی که علاقمند به امر ترقی و امر رهایی زن و حقوق زن هستن، اینها هم این مسائل رو به طرز به اصطلاح مرتب تعقیب میکنن. و این رو من یک بار دیگر دیروز در کنار عزیزانی که فرانسوی بودند و ما هم دیگر میشناختیم، بسیار بسیار زیبا بود، و از جمله نکاتی هم که بنابراین در این اعلامیه آمده، عنوان اعلامیه فم وی لیبرته،
یعنی بنابراین زن زندگی و آزادی هست و گفته می شود که این جنبش یا این شعار، دارم از روی اعلامیه به نحوی تیکایش خدمتون می خونم، سمبل مقاومت و مبارزه زنان ایرانی و قهرمانان آزادی هستش و باز مطرح میکنه که در واقع از سال 1979 رژیم ملاها به سر قدرت رسید و این رژیم در واقع زندانی کرد، آدمها رو کشت و در واقع افراد ناباور رو نیز کشت و امروز هم در واقع زنان جوان میخواهند در واقع زندگی خودشون رو خودشون انتخاب کنن، آنچه که فکر میکنن که باید داشته باشن به دست بگیرن، ولی اسلام و رژیم های مذهبی میخواهند که زن رو کنترل بکنن، بدن زن رو کنترل بکنن و به همین خاطر هم هستش که در برابر مبارزه اونها یک به اصطلاح خفقان و سرکوب بسیار وسیع رو جمهوری اسلامی در به اصطلاح ساماندهی کرده که از جلوی حرکت های زنان در واقع جلوگیری بکنه. و بالاخره تیکه های دیگه از این نوشته از این میگوید که این جوانان ایرانی که میخواهند زندگی خودشون رو به شکل آزادانه انتخاب بکنند، ولی اسلام و رژیم اسلامی میخواهد اونها رو به انقیاد در بیارد، به انقیاد در بیارد و برابر این زندگی اونها رو متناسب با در واقع احکام دینی تنظیم میکنه، بر پایه مردسالاری تنظیم میکنه و این در واقع نوعی فاشیسم دینی هست و مردسالار هست که در جستجوی این هستش که زنان ایرانی رو در واقع محکوم بکنه که به عنوان ابزارها یا به هر حال ابژه جنسی و سکسی باشن و همچنین اونها در جستجوی این هستن که زنها رو به درون خانه ها بکشانند و در واقع رابطه اونها رو با جهان در واقع قطع بکنند. ولیکن هستن در کنار همین زنان مردانی نیز که با اونها همراهی و همسویی دارن با زنان و در راستای همون به اصطلاح رهایی زنها، مانند آنچه که ما در غرب میبینیم از جانب افراد مترقی، اونها هم در کنار زنان قرار دارن. بنابراین آخر این مطرح میکنه که آنچه که مهم هستش اینه که ابژکتیفی که ایرانیان دارن ابژکتیف های یونیورسل هست، یعنی مانند اینجا و جای دیگه، و بنابراین اعلام میکنه که پشتیبانی ما از این جنبش در ایران کامل هستش، به طور همه جانبه هستش و بنابراین برای ما اساسا این به مثابه یک امر اتیک و به اصطلاح اساسی مطرح هستش. و به این ترتیب هستش که اعلامیه به پایان خودش میرسه و خواستار این هستش که برای در واقع تبلیغ بیشتر و در واقع مطرح کردن بیشتر آزادی زنان و همچنین آزادی به طور کلی پیوسته کوشا باشند و تلاش بکنند و از شهروندان نیز چنین چیزی رو میخواهند. این نمونه یا بخشایی بود از این اعلامیه که این انجمن در فرانسه داده، که البته گفتم انجمن در واقع که هستش که در کشورهای دیگه هم نیز فعالیت داره. خب یک اجازه بده یک نکته برای کسانی که در پاریس زندگی میکنن، عزیزان من، یک به اصطلاح تئاتری از حدود 2 هفته پیش آغاز شده در پاریس که به نام عرضم حضور شما که پوپه پرسن، یعنی عروسک های پرسن، حالا یا ایرانی بگیریم. این تئاتر به لحاظ استقبالی که ازش شده تا ماه ژانویه ادامه خواهد داشت، در پاریس 18 هستش و این تئاتر رو ما رفتیم دیدیم، بسیار بسیار
جالب هست. داستان یک خانواده‌ای هست که از زمان در واقع قبل از انقلاب زندگی خودشو داره مطرح میکنه در زمان پهلوی و تا کشیده میشه به امروز در این نقطه و در این مرحله از جامعه ما که انقلاب فعلی در جریان هستش. و در این تئاتر شما هم به خصوص ایرانی ها و همچنین واقعا فرانسوی ها به اصطلاح سالن پر بود، یک جام در واقع نبود و همه هم با تراژدی روبرو بودن، هم با لحظه های زیبا و در واقع شادمانی روبرو بودن. بنابراین عزیزان یادتون باشه بروید این پیس تئاتر رو ببینید، لپوپه پرسن یا در واقع عروسک های در واقع ایرانی. خب نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم عزیزان من، مسئله این روزها ما میشنویم میگوین رفراندوم. رفراندوم یعنی چی؟ رفراندوم شما یک سوال مرکزی رو مطرح میکنید و میگویید رأی بدهید. تنها رفراندومی که در ایران صورت گرفت در اون رفراندومی بود که گفتن که بگویید که آیا جمهوری اسلامی آری یا نه، که منجر به این شد که یک درصد بسیار بالایی گفتن آری و رژیم جمهوری اسلامی از همون زمان میگوید به ما گفتن آری و این آری که 43 سال پیش داده شد اسلامگرایان میگویند بنابراین برای همیشه و برای ابد دارای چی؟ دارای به اصطلاح حقانیت هستش. خب حال ببینید عزیزان من، همه پرسی یا رفراندوم یک قواعدی لازم دارد. رفراندوم در برخی کشورهای دموکراتیک هم نیز وجود دارد که بر اساس اون در واقع قوانین اون کشور یا قانون اساسی اون کشور رو در شرایط خاصی این رفراندوم رو در نظر گرفته است. منتهای مراتب ما در کشورهای دموکراتیک وقتی میگیم رفراندوم، یک چارچوب قانونی دارد، یک امنیت لازم رو دارد، تمام در واقع شعبه های رأی‌گیری زیر کنترل هستش و هیچ گونه خطا و هیچ گونه در واقع تقلبی صورت نمیگیرد. الان که من و شما آیا می توانیم به جمهوری اسلامی اعتماد بکنیم امروز؟ هرگز. وقتی که برخی از اصلاح طلبان می گویند که بله بیاییم بنابراین چکار کنیم؟ رفراندوم بکنیم. خب منظورشون چیست؟ منظورش این هستش که به سران این رژیم یا مشخصا خود خامنه‌ای دارن میگوید که یک کمی کوتاه بیاییم که یه رفراندومی صورت بگیره، ولی که ما میدانیم و همین اصلاح طلبان هم نیز میدانن ولی به زبان نمیآورن که رفراندوم در درون جمهوری اسلامی جز یک رفراندومی که جمهوری اسلامی از درونش برنده بیرون میآید چیز دیگری نیست. هرگز جمهوری اسلامی نمیتواند یک رفراندوم آزادانه وجود داشته باشد. یعنی برخی ها میگویند رفراندوم بذاریم که نوعی ببینیم که آیا همین مدل ادامه پیدا کنه یا تغییراتی انجام بپذیرد، که خود اونم برمیگرده چجوری شما میخواهید مسئله رو فرمول بندی بکنید. بگیم که امروز به فرض آیا جمهوری اسلامی میخواهید یا نمیخواهید، میخواهید به ثبت به اصطلاح در چارچوب این رژیم کنونی باقی بمونید یا رفتن به سوی یک رژیم جدیدی که بر پایه مجلس مؤسسان باید به وجود بیاید. خب حتی ما در نظر بگیریم که اصل رفراندوم رو بپذیریم، خب اصل رفراندومی که بپذیرید آیا شما میتوانید به جمهوری اسلامی اعتماد بکنید؟ در کدوم یکی از انتخابات جمهوری اسلامی شما دیدید که او تقلب نکرده است؟ حال امروز بعد از 43 سال که رژیم بخواهد رفراندوم بذاره، شما فکر میکنید که عملا میتواند این کار رو بکنه و نتیجه انتخابات هم این باشه که بگوید که نه، ما رژیم جمهوری اسلامی رو نمیخواهیم و آخوندها هم به راحتی بپذیرن و همه هم در واقع همشون هم صلوات بفرستن و بگن که دیدید که ما بردیم؟ به این ترتیب اون که مهم هستش اینه که
من ساعتمو اینجا باید بنوشتم. این هستش که عملا در چنین نظامی ما هیچ گونه امنیتی برای در واقع رأی خودمون نداریم، مگر اینکه چنین رفراندومی به طرز دقیق کامل زیر نظر سازمان ملل صورت بگیره و اون هم با سازماندهی منضبط که فقط سازمان ملل کنترل بکنه و هرگز جمهوری اسلامی و افراد جمهوری اسلامی مداخله نکنن. هرچند که این همه دهات، این همه سراسر ایران، مگر سازمان ملل میتواند چنین نیروی بسیج بکنه؟ به این خاطر هستش که در درون این نظام جمهوری اسلامی ما عملا میتونیم تشخیص بدیم اگر امروز جامعه به این نقطه رسید که وارد انقلاب سوم شد، به چه خاطر؟ به خاطر تمام درها بسته است. جمهوری اسلامی بنابر ذات توتالیتر خودش، برای بر اساس ذات استبداد فردی خودش و بر اساس ذاتش به خاطر انحصار طلبی دینی شیعه‌گری خودش هرگز نمیتواند خود را زیر سوال ببرد و تمام آخوندها این رو میداند و تمام استراتژی و مهندسی خامنه‌ای نیز این رو میداند از پیش بازنده خواهد بود و به همین خاطر اونها هرگز در پی چنین امری نخواهند رفت. بنابراین کسانی که گاه حتی من دیدم از طرفدارای رژیم میگن که حالا میگن که خب به فرض رفراندوم هم بگذاریم، که تا چند وقت پیش میگفتن نه، اینها در واقع جمهوری اسلامی دارای مشروعیت کامل هستش، ما به قانون اساسی جمهوری اسلامی اعتمادی نداریم، به نظام قضایی جمهوری اسلامی اعتمادی نداریم، به دولت‌های گوناگون جمهوری اسلامی اعتمادی نداریم، به خود خامنه‌ای اعتمادی نداریم، به تمام نیروهای نظامی و جاسوسی که اینها بسیج پیوسته کردند و خواهند کرد اعتمادی نداریم. بنابراین شرایط آماده نیست که چی؟ که به اصطلاح برگزاری یک رفراندوم رو اینها ترتیب بدهند. بنابراین کسانی مانند اصلاح طلبان، کسانی که میگویند بله باید خونریزی رو جلوش گرفت، باید خشونت رو جلوش گرفت و در واقع برای اینکه سریعا جامعه به یک شرایط استوارتر و آرامش با آرامش حرکت بکنه، بنابراین بیاییم و رفراندوم بذاریم. مسئله این استش که رفراندوم یک مسحکی بیش نخواهد بود در درون نظام و شما هرگز نمیتوانید به سوی ما مطمئن هستیم، امروز ما مطمئن هستیم که بین 85 الی 90 درصد جامعه مخالف جمهوری اسلامی هستند. ما مطمئن هستیم. چرا میگم مطمئن؟ به لحاظ برخی آمارها، به لحاظ تمام شواهد و داده هایی که داریم، به لحاظ تمام واکنش هایی که در درون سایت های مختلف و همچنین رسانه های مختلف غیر و غیر میشنوی، کسانی که جمهوری اسلامی میتواند در واقع روشون حساب بکنه 10 الی فوقش 15 درصد جامعه هستش. بنابراین اکثریت جامعه در برابر جمهوری اسلامی قرار دارند، مخالف خامنه‌ای هستند، مخالف متدهای خامنه‌ای هستند. حتی برخی هم که فرض طرفدار وجود جمهوری اسلامی باشند، ولی که نسبت به خود خامنه‌ای اعتماد دیگر ندارند. پس رفراندوم در چه نظامی نامیسر است، ممکن نیست. چه باید کرد؟ باید به مبارزه ادامه داد. یعنی عزیزان چه کار میکنند؟ عزیزانی که امروز در درون میدانها و خیابانها دارن مبارزه میکنن، قبلا هم این صحبت رو شنیدند. رفراندوم، اصلاح نظام، کجا شما دیدید که جمهوری اسلامی حداقل اقدام برای اصلاح خودش بکند؟ هرگز ندیدید. درباره شکنجه ها جایی دیدی که اینها عقب نشینی میکنن؟ در مورد فساد شما واقعا جایی دیدید که اینها بخوان به مسئله رو به شکل جدی بپردازن؟ در زمینه مسائل مربوط به
دزدی های گوناگون. شما جایی دیده اید که اینها به فرض بخوان یک محاکمه عادلانه ای برگزار کنند؟ در ارتباط تمام جنایاتی که سپاه پاسداران و بسیجی ها کردن، آدم کشی هایی که کردن، شما جایی دیده اید حداقل از سال 88 تا به امروز شما جایی دیده اید که اینها بخوان به خودشون انتقادی بکنن؟ و قبل از اون نیز سال 67 تمام مسیر جمهوری اسلامی جز جنایت و کشتار واقعا چیز دیگری نبوده است. اینها به خود انتقاد کردن؟ حالا اینها یک شبه می توانن به خود انتقاد بکنن و بنابراین رفراندوم بذاریم، اینها هم به فرض نتیجه رفراندوم که به اصطلاح برخلاف اون را باشد به راحتی خواهند پذیرفت؟ نه، نخواهند پذیرفت. بنابراین راهی برای ملت جز ادامه مبارزه نمونده، ادامه اعتصاب نمانده، ادامه مقابله با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی نمونده، هرچند که عزیزان بسیار زیادی در ایران ما کشته شدند در همین 50 روز اخیر. اینا تبهکارن. میبینید چگونه به سوی مردم شلیک میکنن؟ میبینید با سیستم های ساچمهی بدن عزیزان ما را سوراخ سوراخ کردن؟ میبینیم ما. اینها هرگز نمیتوانند در واقع به مسیر مناسب و خوبی در بیاین. فقط و فقط تناسب قوا، فقط و فقط شکستن این نظام از طریق مبارزات میدانی و همچنین مبارزات مانند اعتصاب های گوناگون در بخش های گوناگون و غیر و غیره هست که این رژیم در واقع بپاشد به اعتبار تناقض های درونیش و به اعتبار فشار بین المللی روزافزونی که باید به وجود بیاد. این رژیم باید مچاله بشه. روشنه. اینها همین گونه که امروز یا دیروز به نحوی باز اعلام کردن که ما خواهیم کشت و 229 نماینده این نظام نکبتبار اعلام کردن در مجلس که چی؟ که باید قصاص کرد، که باید در واقع کشت، اعدام باید کرد. کی رو؟ همین عزیزان ما که در درون خیابان ها هستند و یا اونهایی که امروز دستگیر شدند. یعنی شما نگاه بکنید، قوه قانونگذار فقط قانونگذاری باید بکنه. این قوهی که به اصطلاح قانونگذار هستش به قوه مجریه و قوه قضایی داره میگه باید اینها رو بکشید. یعنی خودشو جای قوه قضاییه و قوه اجرایی قرار میده. اجرایی یعنی دولت، قوه قضاییه همون سیستم به هر حال اجرایی و دیگرانش، میگه که بکشید. و این حرف خامنه ای هستش، دستور خامنه ایست. و تمام این افراد یعنی 229 نفر، همین ها در واقع جانی، همین ها در واقع پس فطرت هستند. آشکارا میگویند بکشید. اگر حداقل برنامه رفتار قانونی باید میتونستن داشته باشه اینه که بر اساس قانون به اصطلاح عمل بکنید. ولی قانونی که در جمهوری اسلامی هست میگوید به اصطلاح اعتصاب فقط فقط بر پایه موازین اسلامی، و بنابراین اینا رو به راحتی میتونند دلیل یه بیارن که هر گونه تظاهراتی از اونجایی که جمهوری اسلامی اجازه نداده پس بنابراین ضد اسلام، ضد خود خامنه‌ای هستش، ضد جمهوری اسلامی هستش، پس بنابراین امری ضد انقلابی هستش، پس بنابراین انسانها رو باید کشت. جمهوری اسلامی اینه نظامش. اینها یک مش بیشرف هستن، بیشرف تبهکار هستن. اینا هرگز در جستجوی تغییر استراتژیشون نخواهند بود. اگرم به فرض چنین اتفاقی بیفته، الان نیست، باید جنبش باز هم و باز هم بیشتر رشد بکنه. اون موقع اونهایی که در حال فرار کردن هستند چه بسا اون وقت بگویند که بله بیاین رفراندوم کنیم، که اون رفراندوم زیر پرچم اونها هرگز ما نمیپذیریم. این رفراندوم یک مسحکه بیش نخواهد بود عزیزان من. پس بنابراین کسانی که توهم دارند،
کسانی که خوشبین هستند، کسانی که در واقع میگویند ما نمیخواهیم خون ببینیم، کسانی که خیرخواه به اصطلاح هستند ولی واقعیت‌های پیچیده جامعه رو و یا این قدرت سیاسی رو نمیبینند و میگویند چرا پس قبول نمیکنید؟ قبول نمیشود کرد زیرا به اینها هرگز نمیتوانید شما اعتماد بکنید. شما عزیزانی هم که وابسته به حکومت نیستید ولی تمایل به این دارید، برید به طرف سازمان ملل، از سازمان ملل بخواهید که مداخله بکنه، ببینید میشه یا نمیشه، خواهیم دید. پس بنابراین در فقدان یک چنین شرایطی تنها حربه مبارزه مردمه. هزینه بسیار سنگینی داده شده ولی راه دیگری نیست. عزیزان ما انتخاب کردند راه دلاوران دختر و پسرانی هست که دارن می جنگن در ایران. زنده باشن، آفرین بر آنها، زندگی خودشون رو در این راه در واقع برخی از اونها دادند. پس این درباره رفراندوم. خب حالا عزیزان، قبل از اینکه به مطلب دیگری بریم، میخواستم برای شما عرضم حضور شما که ببخشید این ترانه آخر شروین رو بذارم، ترانه بسیار زیبا، دلم میخواد که حتما شنیدید، اگر شنیدید که بسیار میدانید که دلپذیر است، اگر هم نشنیدید گوش کنید، بسیار زیبا است. پس بنابراین تقریبا 2 دقیقه ما به این ترانه شروین گوش میکنیم. چی سر آور و پراب می کنم، بیا بری من از رومین و بمباش انزار می دارم، جای کمرت شلاخ می خورم، بیا بری بعد ما پر میشه این خونه از رخص و بلاشات، ما بریم تو سینه آرک بار آمدیست یه ایش خاکستری از من بالا تو برات باز میکنم، با تو تاریکی پرواز میکنم، بیا من چشماتو پر از خورشید میکنم، گوشاتو پر از آواز میکنم، بیا بعد ما Oh,
بله عزیزان، شنیدید، بسیار زیباست این ترانه، ترانه با عمق، ترانه ای که از زندگی صحبت می کنه، ترانه ای که از عطر آزادی صحبت می کنه، ترانه ای که از رقص شادی زندگی می کنه و ترانه ای که می گوید دیگه هیچ خاکستری از جنس آدم نیست، لحظه دیگر هیچ خاکستری از جنس آدم نخواهد بود، دیگر انسان ها نخواهند سوخت، انسان ها شاد خواهند بود، انسان ها پرواز خواهند کرد. و به این ترتیب پس این ترانه را گوش کنید و به دیگران هم بدهید. و از جمله نمونه این ترانه که شروین حاجی آقاپور خونده که بنابراین اسمش عطر آزادی هست، این در ضمن دارای یک زیرنویس به آلمانی هم نیز هست که خوب است که عزیزانی که وقت دارن این زیرنویس رو در ضمن بگیرند و فرانسوی و همچنین انگلیسی هم به اون بیفزایند، دستشون درد نکنه، اسپانیایی، عربی، عرضم حضورتون که چینی، هر زبانی که مورد نظرتون هستش و همچنین آذری و همچنین کردی، زبانهای کشور خودمون. و به هر حال دست این هنرمند عزیز رو من می فشارم، بسیار بسیار خوشم آمد، بسیار. بعد از برای این بار عطر آزادی، عطر آزادی، بله، حس باید بکنیم که آزادی که می خواهد به خانه ما بیاید، حس بکنیم که برای سالیان متمادی که مردم ما، ملت ما آزادی رو نچشیدند، پیوسته سرنیزه، پیوسته جنایت آخوندی در اونجا حاضر بود و لحظه ای خواهد رسید که آخوندها از بین رفتند، دیگر نیستند، در عرصه اقتصاد و سیاست و فرهنگ گم شدند. حال با توجه به همین نکته است عزیزان، اون بهار ما، اون عطر آزادی ما، اون موقعی خواهد بود که چی؟ که در واقع عمامه ها به هوا پرتاب بشود، که هیچ آخوندی در رأس امور کشور ما قرار نگیرد. عطر آزادی، عطر پلورالیزم، عطر یک فضا و یک حکومت لایک، عطر رقابت سیاسی، عطر اینکه یکی از بلاهای اصلی جامعه ما یعنی آخوندیزم از درون جامعه سیاسی، جامعه آموزشی، جامعه اجتماعی ما حذف بشود. به طور مسلم آخوندها پس از فردای قدرت در جامعه ادامه پیدا خواهند کرد. ما از هر گونه خشونت در اون زمان باید در واقع چیکار کنیم؟ امتناع بکنیم. ولی تمام آخوندهایی که جنایت کردند، تمام آخوندهایی که دزدیدند، تمام آخوندهایی که به فساد آلوده هستند، تمام آخوندهایی که انواع اقسام خیانت ها رو کردن، همه اونها باید چی؟ باید به محاکمه کشیده شوند. محاکمه عادلانه بر پایه قوانین مدرن و بر پایه استقلال قوه قضایی و بر پایه اصل حقوق بشر. هیچ جنایتی بدون پاسخ نباید باقی بماند. پس بنابراین در چنون زمانی افرادی که محکوم میشوند باید روانه چی؟ روانه زندان ها بشوند. و بقیه هم که در واقع هنوز آخوندها وجود خواهند داشت،
منتهای مراتب در واقع زهره اینها محدودتر می شود، زهره اینها کمتر می شود. وجود دارد. چگونه این کار رو باید مبارزه رو انجام داد؟ با ایده های انتقادی، اندیشه های نوین، اندیشه های مدرنیته، اندیشه های نقد مذهب، اندیشه های نقد خرافات. اندیشه هایی که در ایران ما داره بیش از پیش پخش می شود. کتاب ها، سایت ها، برنامه های رادیو تلویزیونی در اون زمان برابری راحت خواهد بود که شما عمق گنداب شیعه‌گری و روایات شیعه‌گری رو بشناسانید، عمق گنداب رساله های عملی رو بشناسانید و عمق گندابی که در درون قرآن نیز هست رو بشناسانید. منتها اونجا یک قانون میخواهد. اون قانون چیز؟ قانون مربوط به چی؟ آزادی. آزادی فکر کردن، آزادی انتقاد کردن، آزادی برای باور داشتن یا باور نداشتن. در کشور ما که دوز را واهمه نیست جز گرگ، شبان برای مشتی رمی نیست. آنجا که مزار ضررها، آنجا که مزار هست برای همه است، و آنجا که منافع است مال همه نیست. فراخی یزدی. آنجا که منافع است مال همه نیست. منافع چه کسی برد؟ چه کسی دزدید؟ آخوندها، نظامیان، رانتی ها، تکنوکرات های بالا، آقازاده ها، اینها بردند. و امروز گفته می شود که بیش از 4000 نفر آقازاده آمدن در خارج از کشور، در جاهای مختلف، از کانادا و لندن و عرضم حضور شما که در آمریکا و غیر ذلک نشستند، دارن عشق میکنن با پولهایی که دزدیدن، چپاول کردن، آمدن و اینها آن کاری که بر مردم ما در واقع نادرست میدانند و غیر مذهبی میدانند، اینا خودشون همون کارها رو دارن انجام میدن و برابر این آخوندهای کثیف، این در واقع مسئولین حکومتی جمهوری اسلامی کثیف، در واقع به شکل مخفیانه این افراد رو در واقع ساماندهی میکنن که بیان هر کاری که میخوان بکنن، زیرا بچه های اونها هستن یا وابستگان به اونها هستن. و این وابستگان از جمله شرکت های گوناگون انفرماتیکی و غیرزاری به وجود میارن که خود جمهوری اسلامی در خارج از کشور دارای شبکه ای از به اصطلاح بنگاه های تکنولوژیکی باشد که اینها در اینجاها تکنولوژی اینجا رو بدزدن، تکنولوژی اینجا رو در واقع در دستور خودشون قرار بدن که به بقای جمهوری اسلامی کمک بکنند، هم برای خودشون بازاره، هم برای اونها استراتژی حمایت از جمهوری اسلامی است. بنابراین برای این آقازاده ها هم باید به محاکمه کشیده بشوند. ولی به هر حال آنچه که ما میبینیم در این روزها در زم عزیزان، عمامه پرانی خیلی جالبه. جامعه داره در واقع تقاص میگیره، به نحوی داره انتقام میگیره. چقدر این آخوندها علیه دختران ما، علیه جوانان ما زدن، توهین کردن در متروها، در روی منبرها، در درون اتوبوسها، در خیابان ها. همه تو فیلم های گوناگون رو دیدید. تعرض، مداخله. و امروز اوضاع داره میگرده، داره میچرخه، تناسب قوا داره دگرگون میشه. و یکی از ویژگی های انقلاب یعنی همین. تا دیروز حاکمان در همه جا دارای قدرت بودن و امروز بند از این مکانیزم قدرتی اونها پاره داره میشه. و از جمله از همین طریق هر آخوندی که امروز در درون خیابان ها میاد دیگر نمیتواند
به راحتی کار خودشو بکنه. بچه های عزیز ما اونها رو یا بهشون انتقاد میکنن، افشاشون میکنن، و یا عمامه های اونها رو از سرشون به پایین میاندازن. یک مزاح تاریخه. شما می توانید فکر کنید که در 40 سال پیش عمامه ها به این شکل مسخره آمیز به روی هوا پرتاب می شوند و بر زمین می افتند و آخونده دنبالش داره می دوه، دنبال عمامهش داره می دوه، که فلان آخوند عباش در واقع توسط جوانان بیرون آورده میشه و این عبا به آتش کشیده می شود. شما می توانستید فکر بکنید که چنین چیز میسر هست حدود حداقل 5 سال پیش، 10 سال پیش، 20 سال پیش، 40 سال پیش؟ هرگز. این واقعه جدیده. یک پدیده بسیار ساده است ولی یک بار عمیق فرهنگی و تاریخی در دل خودش داره. آخوندها از زمان صفویه آمدن، آخوندهای شیعه رو دارم میگن، که گام به گام در واقع قدرت رو تصرف کردن، آمدن بالا 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 تا اینکه به انقلاب اسلامی رسیدن و انقلاب رو به این ترتیب مهر خمینیستی روش دادن و بنابراین شد یک انقلاب ارتجایی، یک انقلاب ارتجایی شیعه. و پس از اون اینهایی که میگفتن و خمینی گفته بود که این کشور با جمهوری اسلامیش صدها سال، هیتلر گفته بود هزاران سال و خمینی گفته بود صدها سال ما این امپراتوری اسلامی خود رو خواهیم داشت، منتها در ضمن گفته بود مواظب باید باشیم. صدها سال، 43 سال گذشت، موجهای مبارزاتی، موجهای شعارهای ضد حکومت، ضد خامنه‌ای، ضد خمینی بالا آمد، بالا آمد، بالا آمد. و امروز آخوند یک سمبل نحس، آخوند نشانه ای از یک رژیم تبهکار فاسد، رژیم آخوندی. همه دستگاه به یک آخوند خلاصه نمی شود، ولی یک آخوند تجلی و سمبل یک دستگاه حکومتی هستش، یک دستگاه ایدولوژیکی هستش و یک دستگاه طبقاتی هستش. چه طبقی بر جامعه ما سوار هستش؟ طبقی آخوند و طبقی نظامی و طبقی تکنوکرات هایی که اموال مملکت رو در دست گرفتن. و این آخوندها همشون الزاماً دارای ثروت کلانی نیستن، ولی از قبل همین نظام دارن اینها تغذیه میکنن و همشون مدافع همین نظام هستن. عزیزان من، و از اونجایی که پایه ایدولوژیک اونها قرآنه، پایه ایدولوژیک اینها ستم بر زن هستش، پایه ایدولوژیک اونها مسئله حجاب اسلامی هست، به این خاطره که مقاومت در برابر مردم میکنن، میخوان مردم رو در زمان قرن 21 به شکل وحشی، به شکل در واقع آرکائیک، به شکل قرآنی اینها رو زیر کنترل قرار بدهن. ولی کور خوندن، کور خوندند، تمام شد. در سال 96 عزیزان ما گفتن اصلاح طلب اصولگرا دیگه ماجرا تمومه، و امروز ما میگوییم نه تنها این ماجرا تموم هست، بلکه اساسا خود دین اسلام نیز در حال سقوط هستش. بله، تعداد بسیار عظیمی از انسانهای ایرانی هستند که وفادار به دین خودشون هستند، ولی دین در گام اولش، وقتی میگیم فروریزی، در گام اولش در حال بیرون افتادن از تمام نظام سیاسی قضایی هست. امروز تهدید داره خودشو نشون میده، هنوز اینا بر سر کار هستند، ولی چیزی که آغاز شده به اینجا خواهد انجامید، یعنی استقرار یک حکومت سکولار، و من میگویم لایک، زیرا لایک خیلی روشنتر و خیلی واضحتر هست. و بگویید لایک، حکومتی لایک، جمهوری لایک، زیرا باید قطع بکنیم تمام پیوندهایی که آخوندیزم و مذهب
بر روی مجموعی این نهادهای حکومتی دارن، از قانون اساسی گرفته تا فقهش، تا به اصطلاح قوانین جزایی و غیر ذلک گرفته، تمام سیستم اداری گرفته، همه و همه باید قیچی کرد. مذهب رو از درون مدرسه باید بیرون انداخت، از درون دانشگاه بیرون باید انداخت. تمام این شعارهای مذهبی که در درون مجلس و غیر ذلک هست، اینها رو باید بیرون پرتابشون کرد و آخوند رو به همین ترتیب. رهبر جمهوری اسلامی، رهبر، واژه رهبر جز ننگ برای ما هیچ چیز دیگه ای نیست، برای ما رهبر نیست. این آدمکش خامنه، این آدمکش جلاد، رهبر چیه؟ چرا رهبر، واژه رهبر رو چرا به کار میبرید؟ بگویید خامنه ای این جلاد بزرگ، این آدمکش بزرگ. که اگر جرأت دارد همین جلاد بزرگ یک گام در درون خیابان ها بگذاره، عمامش روی هوا پرتاب خواهد شد. دیگر تمام اجزای این طبقه روحانی هیچ گونه احترامی جامعه براش قائل نیست. جامعه بیش از پیش آگاه و به اینجا رسیدی که چیکار کنه که عمامه او رو برای مزاح خودش، برای شادی خودش، برای تفریح خودش به بالا بیاندازه و فرار کنه و اون آخوند دجال گیج و در جستجوی عمامش بدوه. ابتکار یعنی همین. این انقلاب سرشار از ابتکار است و این هم جز به همین ابتکارها هستش. از این فرصت استفاده می کنم در مورد یک مطلب دیگه ای که شما هم نیز شنیده اید، فوش، فوش پرانی. ببینید عزیزان، در مورد این مطلب نظر من چیست؟ میدونید در میان افرادی هستن که خودشون فیل میگیرن و فوشای بسیار بسیار در واقع رکیکی میدن و از جمله حتی در برخی از به اصطلاح اعتصاب ها یا برحال مبارزا هم در حین راهپیمایی این گونه شعارها گاه به گاهی داده می شود. مطلب کجاست؟ چیست؟ خب ما می دونیم در مناسبات عادی ما باید پیوسته ادب به اصطلاح اجتماعی رو رعایت بکنیم. این ادب در نوع مناسبات ما با دیگرانه، در نوع واژه‌هایی که به کار می‌بریمه، در نوع مکالمه‌هایی که با دیگران داریمه، در نوع رفتاری که با انسان‌های دیگه داریم. همه جا باید اصل ادب و احترام گذاشتن نسبت به دیگران و وجود این احترام در درون واژه‌هایی که ما به کار می‌بریم باید وجود داشته باشد. ولی نگاه بکنید عزیزان، من دوباره به همین جنبندی که الان دارم اعلام میکنم دوباره برمیگردم. جامعه ما چه جامعه هست؟ جامعه هستش که هیچ گونه قانونی رعایت نمیشه. لحن و گفتار آخوندی است جز در واقع گفتار لاتها، افراد تبهکار، دوست، جنایتکار و بی ادبان چیز دیگری نیست. ببینید چگونه اینها حرف میزنن، آخوند و اون رؤسای اداریشون و اون رؤسای نظامیشون. همین لحنی که به کار میبرن لحن در واقع قاچاقچی، لات، آدمای در واقع بسیار بسیار گرم داغون، اینا هستش. لحنشون توجه بکنید هیچ ارتباطی با یک لحن مؤدب اجتماعی و یا دانشگاهی یا غیر ذلک هرگز ندارد. این نظام نظامی هستش که سراپا گندیده هستش و رابطه اینها با
انسان ها نه بر پای قوانینه، زیرا خودشون قوانین رو رعایت نمی کنن. زیرا همه جا چی؟ فساد و در واقع پول بده کارتو جلو ببر. و اساسا اینها عمدتا اهل حوزه هستن، حوزه که محل ادب نیست، حوزه که محل دانش نیست، حوزه محل چی؟ محل خرافات، چرت پرتا، محل ایدولوژی ضد خرد، ایدولوژی ضد انسان هست. یک گنداب در واقع حوزه، یعنی یک گنداب شیعه اسلامی است. بنابراین اینها در این فضا خودشون بزرگ شدن و انسان‌های ایرانی هم که با این فضا دارن ارتباط دارن و زندگی میکنن، مرتبا میبینن که این جمهوری اسلامی هیچ گونه نه ادب داره، نه قاعده قانونی رعایت میکنه، نه به قولش وفاداره، همیشه و همیشه هم داره دروغ میگه. بنابراین این ماشین عظیم سیاسی اجتماعی مرتبا در برابر این مردم قرار گرفته و وقتی که مردم میگن قانون کوش، اون یک کشیده به دهن مردم میزنه، با باتومش جلو میاد، با تپانچهش جلو میاد و میگه که یک فوش و ناسزای رکیکی رو علیه مردم ما به زبان میراند. در برابر این نظام، نظام نکبتبار، هر کاری که مردم میکنه سرشون بر این دیوار در واقع فرود میآید. و انسان ها میخوان با خرد صحبت کنن، انسان ها میخوان با قانون صحبت کنن، انسان ها میخوان با متانت صحبت کنن، ولی راهی نیست، زیرا در برابر کسی نیست که جواب مثبتی به شما بدهد. بنابراین محیط فاسد است، فضا فاسد است و وقتی که مردم، برخی یا بخشی از مردم یا جوانان میآیند و در خیابون ها انواع اقسام فوشای رکیک رو علیه فلان سردار سپاه مطرح میکنن یا خود خامنه ای و غیر ذلک، اینها رو باید درک کرد چرا این کار رو میکنن. اینها محصول در واقع چی؟ محصول این فضایی هستش که عملا این جوانان میبینن که با اینها نمیشود عادی صحبت کرد. بنابراین لجن در برابر لجن. فوش باید بده که به قول خودش دلش خنک بشه. نه تنها دلش رو میخواد خنک بکنه، بلکه در ذهن میخواد تابو شکنی بکنه. آخوندی که یک عمر به عنوان سمبولی از به اصطلاح ارزش‌های روحانی بود، او در این لحظه با فوشایی که به اون آخوند میخواد بده، میخواد به تمام این واقعیت آخوندیز توف جانانهی بیاندازد. بنابراین در چنین شرایطی ادبیات عقب نشینی می کند. ادب در واژه ها عقب نشینی می کند. و آنچه که می آید بالا هیجان ها و احساس هایی هستش که به دنبال مجموعه فشاری که جمهوری اسلامی روی انسان ها به وجود آورده. شما وقتی که به عنوان نمونه در یک کشوری هستید، حالا موارد خطا هم به هر حال هست، ولی رابطه مثلا با پلیس دارید، پلیس با شما مؤدبانه صحبت میکنه. شما به یک اداره میرید، اداره ممکنه خستن باشید و بروکراسی هم بهش انتقاد داشته، ولی مؤدبانه به شما برخورد میکنه. شما کجا دیدید این نظام مؤدبانه برخورد میکنه؟ دیدید این کسانی که اوباشی که در درون دانشگاه هستن چگونه با دانشجویان صحبت میکنن؟ دیدید چگونه نمایندگان جمهوری اسلامی صحبت میکنن؟ این مجلس مانند یک طویله است. کسی که داره صحبت میکنه در همون حال حاضر، در همون آن 30 تا آدم از این نقطه به یک نقطه دیگر اون مجلس در حال گشت و گذار است. داد میزنن، فریاد میزنن، روی زمین میشینن، اون پشت میرن جمع میشن، سفرهشون رو پهن میکنن. مانند یک طویله است.
به این ترتیب و زمانی هم که شما نگاه میکنید عزیزان ما رو دستگیر میکنن، پلیس، بسیجی ها، زشت‌ترین برخورد رو به این عزیزان ما انجام میدن، از کتک زدن و شکنجه گرفته تا فحش دادن و بدرفتاری کردن و ریسک اینکه اونها جانشون گرفته بشه، همه اون همه رو چیکار میکنن؟ برها ما دیدیم و تجربه کردیم. بنابراین این حکومتی نیست که حرف منطقی حداقل مناسبات عقلانی رو بخواد رعایت بکنه، و به این ترتیب هستش که ما میبینیم یه بخشی از این شعارهایی که داده میشه، برخی واکنش هایی که صورت میشه، برخی کلیپ هایی که پخش میشه، توامه با همین فحاشی علیه جمهوری اسلامی هستش. این رو باید فهمید. ولی عزیزان من ما در ذهن باید توجه بکنیم که ما این رو میتونیم بفهمیم که به شکل واکنشی و احساسی چنین حرفایی زده میشود، ولی در این حال ما فاصله های خودمون رو با این اوباش باید نگه داریم. ممکنه در یک شرایط زیر شکنجه باشه، اون حالتش کاملا فرق داره، ولی در حالتهایی که برها داریم زندگی میکنیم، در روزنامه ها، در این فیلم های گوناگون، ما یک نیاز مبرم و همیشگی داریم که سطح ارتقای فرهنگ عمومی رو بالا ببریم، واژه های زیبا انتخاب بکنیم. واژه ها می توانند با عریانی مسئله رو مطرح کنند، ولی تبدیل به فحش نشوند. هنجارهای اجتماعی رو رعایت بکنیم. هر چه که می دانید درباره جنایت، خیانت های اینها، به خاطر اینکه جنای واژه جنایت و خیانت متکی بر داده ها هستش، شما به راحتی می توانید نشان بدهید. خیانت جمهوری اسلامی زمانی که با پوتین ساخت و پاکت می کند، خیانت و جنایت اینها زمانی که پولهای نفت رو می برند، در درون کشوها و کیسه‌های خصوصی خودشون از بین می برند و در درون بودجه دولتی اصلا نمی آید، خیانت های اینها با استفاده و سوء استفاده از تمام درآمدهای مانند مشهد که یک سنار اونها هم به در درون بودجه خود دولت این هم بر نمی گردد، برای این ها زیاد هستش. بله، این حکومت حکومت اوباشانه، شلاق میزنه، فوش میده، شکنجه میکنه. بدرفتاری میکنه. پس ما میتونیم حس بکنیم و بفهمیم که چرا عزیزان ما ناسزا و فوش میدن. اینو میشود فهمید، ولی یادمون باشه به هر حال ما نمیتوانیم تا حد جمهوری اسلامی در واقع سقوط بکنیم و این امری پایدار باشه برای ما. نه، ما باید رابطه خودمون رو نگه داریم با ارزش‌های اساسی، با ارزش‌های انسانی، با ادب اجتماعی. پس اگر به من بگویید که خب بالاخره نظرت چیست، نظرم همینه، یعنی که من میفهمم واکنش اون عزیزانی که فحش‌های بسیار رکیکی میدهن خیلی طبیعیه در این نظام، ولی در این حال میگویم به هر حال یادمون باشه که ما در زمین یک وظیفه مهمی داریم، مسئولیت داریم در ارتباط با نوع واژه‌هایی که به کار می‌رود در عرصه تربیت، در زمینه آموزش و غیر و ذلک. پس ما باید بیش از پیش اتکا بکنیم بشی به اون ارزش‌های خودمون و واژه‌های خودمون رو به شکل مناسب باید انتخاب کنیم. پس بنابراین اون عزیزانی که در ایران هستن، من به اونها هرگز دستور نمیدم، من به اونها هرگز در واقع نمیخواهم این سفارش رو بکنم
من از دل خودم دارم صحبت میکنم، من از خودم دارم صحبت میکنم، من نوعی، من باید در ذهن یادم باشه که واژه هایی که اوباش ها به کار میبرن واژه های من بر حال نباید باشد. حتی به شکل احساسی هم که این واژه رو به کار ببرم باید در یه لحظه به هر حال توجه بکنم که من به اندازه کافی می توانم اثبات بکنم که این جمهوری اسلامی یک جمهوری ننگین است، ولی زمانی که ناسزاهای بسیار رکی و از جمله ناسزاهایی که جنبه جنسیتی دارد به خواهر، مادر و غیره که اونها هیچ ارتباطی با ما ندارن و در ارتباط با این ماجرا قرار ندارم و اون واژه ها زیبا نیست و در ضمن جنبه های بسیار بد جنسیتی در درون خودش هستش که ادامه دهنده در واقع بد زبانی نسبت به زنان کشور هست. پس یک، اونها رو بفهمیم، اون عزیزان رو بفهمیم در چه شرایطی هستن. پس بنابراین در نهایت عزیزان من، این واقعه نتیجه یک نظام نکبتبار جمهوری اسلامی است. اونا هستش که با این فشار عظیم جوانان ما رو به چنین ناسزاهایی نیز میکشانند. ولی در ضمن یادمون باشه ما هستیم، ما ملت آگاه هستیم، ما دارای فرهنگ هستیم، ما میخواهیم به حد آخوندیزم سقوط نکنیم. بله، احساس ما حرف میزنه، هیجانهای ما حرف میزنه، ولیکن در ضمن یادمون باشه که میتوانیم تا یه حدودی جلوی برخی از واژه های بسیار رکیک رو جلوشو بگیریم، ولی این فقط بیان حال احوال شخص خودم بود. به همه عزیزانی که در ایران هستن، به اونها من هیچ سفارشی نمی کنم، اونها هستن که برای زندگی خودشون و برای مبارزه خودشون فکر بکنن و می توانن تصمیم بگیرن، تصمیم و تحلیل از وضعیت به خود اون عزیزان برمی گردد. بله، خب این هم یک فصل دیگری بود از صحبت ما. حال نکته دیگری رو که میخواستم با شما در میان بگذارم چیست؟ بله، بنابراین یکی درباره اون انجمن آزاداندیشان صحبت کردیم، یکی دیگر در ارتباط با رفراندوم اصلاح طلبان، دیگری درباره امام پرانی و فوش پراکنی و در اینجا چند کلمه هم درباره این بگویم که حجاب یا رژیم، نفی حجاب یا نفی رژیم، یعنی چی؟ منظور من چیست؟ منظور من این هست که عزیزان، برخی ها مطرح میکنن که بله، آنچه که مهمه مخالفت با جمهوری اسلامیه. اینا به خصوص در محافل غربی، انتلیکتوالای غربی هم ما میشنویم به خصوص که میگوین به هر حال حجاب جنبه اصلی ندارد، ولی خب به هر حال مردم امروز اعتراضشون به نظام هست، به کل نظام هست. ببینید عزیزان، در این نوع واژه یا به هر حال در این نوع گفتمان یک دقتی باید کرد. ما میدانیم که گام های اولیه این انقلاب با چی آغاز شد؟ بلافاصله با سوزاندن حجاب و بسیار زیبا بود. دست این عزیزان درد نکند.
اجابه رو سوزندن. 43 سال گفتن که این اجبار اجبار اجباره، و به ناگهان دختران و در کنار آنها پسران حجاب ها را سوزاندند و رقصیدند و به آتش افکندند. و در درون آتش حتما یک رمز و رازی بود. از درون آتش باید چیزی بیرون بیاید فردا، و این با خودش چه بسا پیام آزادی دارد. چیزی نحس، زشت، سوخته می شود و از در درون این یک نوری برمیخیزد، بالا می آید. این گرمایی که بالا می آید، و این شاید با فرهنگ دیرینه ما به شکل غیر خودآگاه نیز ارتباطی دارد. بنابراین در اینجا یک رازی، یک رمزی هست که این آتش عنصر زشت رو می سوزاند و در ضمن با گرمای خودش، با روشنی خودش یک مسیری رو نشان می دهد. و ما می توانیم برقصیم، شاد باشیم. حال با این آغاز شد، و همون زمانی هم که آغاز شد در ضمن گفته شد مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر ولایت فقیه، آزادی آزادی آزادی، اینها را هم نیز شنیدیم. پس بنابراین اینها یک مجموعه است عزیزان من، یک مجموعه است. این مجموعه وقتی میگوید جمهوری اسلامی باید برود، یعنی کل نظام رو زیر سوال برده. مرگ بر جمهوری اسلامی نمیگوید بیایید رفور بکنیم، نمیگوید آی جمهوری اسلامی رأی من کجاست، یه مرگ بر جمهوری اسلامی. و وقتی ما میگیم جمهوری اسلامی یعنی چی؟ یعنی ولایت فقیه، یعنی مجلس خبرگان، یعنی شورای نگهبان، یعنی سیستم قضایی، یعنی مجلس، یعنی سیستم این دولت‌های گندیده، یعنی قانون اساسی و قوانین جزایی در ایران، یعنی سیستم تبلیغاتی اینها، یعنی تجاوز اینها به تمام عرصه‌های دانشگاهی و مدرسه ها، یعنی این مجموعه یعنی جمهوری اسلامی هستش. جمهوری اسلامی فقط به خامنه‌ای ختم نمی شود، یک مجموعه است، سلسله مراتب قدرته. درست؟ یه مرگ بر اون. و از جمله این سلسله مراتب قدرت داره یک ایدولوژی است. ایدولوژی چیز؟ قرآنه. ایدولوژی چیز؟ اسلامه. ایدولوژی چیز؟ شیعه‌گری هست. و این ایدولوژی خود رو در زم در کجا نشان میدهد؟ در فقه نشان میدهد، در قوانین جمهوری اسلامی نشان میدهد، در قانون اساسی نشان میدهد. پس حالا بحث بر سر انتخاب، نه همه در کنار هم در واقع قرار دارن، نه به حجاب، نه به ولایت فقیه، نه به جمهوری اسلامی، نه به خبرگان، نه به قوانین جزایی. همه اینها یک مجموعه، یک بسته بندی یگانه هستند. پس بنابراین زمانی که میگویند بله حجاب مهم نیست بلکه خود رژیم نشانه است، بله نمیگن مهم نیست، میگن بله این آغاز بود و کل نظام هم ما نمیخواهیم تا حجاب برویم. یعنی رژیم جمهوری اسلامی بگوید که خب به فرض البته که ما حجاب رو دیگه اجباری در نظر نمیگیریم، نه تموم شد. یعنی جمهوری اسلامی باید برود و حجاب هم به او باید برود. محتوای کنونی انقلاب ایران یعنی این جمهوری اسلامی رو نمیخواهیم، استبداد شیعه رو نمیخواهیم. وجود شیعه در درون این نظام جز تبهکاری،
جز فساد چیزی دیگری نمیتواند باشد. بر ضد اخلاق بشری است، بر ضد خردگرایی هستش. ما راه دیگری نداریم جز اینکه حقایق رو بگوییم عزیزان من. بله رژیم خوشش نمی آید. بله رژیم و عمالش در جستجوی این هستن که چه کسی چه چیز رو می گوید. عمالش در حال پرونده سازی هستن. عمالش در ارتباط با این برنامه ها نیز گوش می کنن. مسلمه. ولی ما حقیقت رو باید بگوییم. من در تمام عمرم وفاداریم فقط به حقیقت بوده است. حقیقت یعنی ارزش‌های بالای من مانند آزادی، حقوق بشر. از لحظه ای که به این گرایش پیدا کردم دیگر خب روشنی بر این راستا دارم حرکت میکنم و نباید کوتاه بیایم. هر کسی داره یک حرفه و یا شیوه خودش هستش. من هم به همین ترتیب، من دانشگاهی اونجا باید حقایق رو بگویم به دانشجوی خودم که میگویم، هیچ چیز رو پنهان نمی کنم و اینجایی هم که با شما هستم در ارتباط با نقد نظام جمهوری اسلامی و نقد قرآن و نقد در واقع تمام این فسادها نمیتوانم سکوت بکنم. سکوت یعنی خیانت به خود من. من یک روشنفکر خودمختار و مستقل هستم. بنابراین وقتی میگم که قرآن در واقع در تناقض با فرهنگ ما، در تناقض با خردمندی انسان ها، در تناقض با حقوق بشر هست و ما باید از درون فرهنگ قرآنی به طرز قطعی باید خارج بشویم، خیلی روشنه. یکی از افرادی که منو میشناسد دیروز توی همین زمان تظاهرات اومد به من گفتش که بله آقای ایجادی، به هر حال ما میکنیم باید با هم صحبت بکنیم، باید عرضم حضور شما که تبادل نظر بکنیم، که البته ایشون از طرفداران آقای بنی صدر بود. گفتم که بالاخره من نفهمیدم آقای بنی صدر با توجه این که ایشون فوت کردش، آیا کماکان انقلاب اسلامیش هنوز انقلاب اسلامیش هست و ادامه داره؟ که من گفتم که بله هست. گفتم خب اولین اقدام این هستش که این دیگه واژه انقلاب و اگرم بخواد نگهداری دیگه اسلامیشو بندازید دور. بعد به من برگشتن گفتن که به هر حال خوبه که با هم دیگه صحبت بکنیم و درباره فقه صحبت بکنیم، فقه شیعه صحبت کنیم. بودم من با شما صحبت راجع فقه شیعه ندارم، شما خودتون شیعه هستید، شما برید تبلیغ خودتون رو کنید، یا اگر نقد دارید نقد خودتون رو بکنید. من به ریشه این مسئله برمیگردم. ریشه‌اش قبل از هر چیز قرآنه، احادیثه، روایات هست که در این بسر تقشیه شما هم هستش. این نیستش که من بیام با شما توافقی بکنم در ارتباط با فقشیه که به من به فرض بخواهید اثبات بکنید که بله ایرادهایی هم در فقشیه وجود دارد. من از اینها سالیان درازی است که گذشتم. فقشیه پشیزی بر من ارزش ندارد، همون گونه که قرآن پشیزی برای من ارزش ندارد، زیرا همه این نوشته ها رو انسان ها نوشتند. و وقتی که ما نگاه میکنیم منبع قرآنی در تناقض با منافع حقوق بشر هست. شما یک لحظه مقایسه بکنید، من به هیچ دینی به اصطلاح اعتقاد ندارم، ولی از نظر پژوهشگری دارم خدمتون عرض میکنم. شما وقتی که گاتهای زرتشت رو میخوانید، گاتها نه کل اوستا، گاتها رو که میخوانید میبینید با فضای قرآنی دو تا چیز کاملا متضاده. متضاده. ما در نقطه فرهنگی که بودیم و استقلال فرهنگی داشتیم به سقوط دچار شدیم زمانی که در واقع جامعه ما به سمت قرآن آمد. آیین مهر
آیین مانی، آیین زرتوش، اینها میراث فرهنگی این جامعه بودن و هنوز هم هستن، باید اونها رو دریافت. به همون ترتیب که شاهنامه فردوسی بزرگ، اینها فرهنگ ما هست، به اونها باید رجوع بکنیم و به اونها باید توجه بکنیم. فقه شیعی که ناشی از تفکر ارتجایی شخصیت ها و یا آخوندهایی مانند مجلسی ها و کلینی ها و تمام این مرتجعین هستش، بر ما نه تنها ارزشی ندارد، بلکه در تناقض با هستی ما هستش، در تناقض با فرهنگ ما هستش. قرآن هم به همین ترتیب، هیچ نقطه‌ای از قرآن به سوی ترقی تمایل ندارد. این مجموعه رو شما نگاه بکنید، این مجموعه 6000 آیه، 6000 خورده 2300 آیه، یک مجموعه رو تشکیل میده که در درون این مجموعه تمامش در واقع زهرآلوده و آلودگی فکری به وجود میاره و در واقع نقض حقوق انسان ها هستش. تبعیض، 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 خشونت، 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 این است پیام قرآن. خب به این ترتیب، حالا کسانی اعتقاد دارم، بسیار خوب، اعتقاد شخصی شده، اگر باشد ایرادی نداره، خب هست. ولی کسانی که بیخوان اینو پرچم بکنند و بیاین به ما بگویند، و امروزم جرأت میکنه به من بگوید که بله، درباره قرآن به فرض میشود این رو تنظیم کرد که به اصطلاح درک نوعی از قرآن داشت، نه خیر آقایون، خانم ها، گذشت دیگر، ما دیگه بازیچه دست شما اسلامگرایان نخواهیم شد، نه اون اصلاح طلبان، نه نواندیشان، نه طرفداران آقای بنیصد، نه طرفداران آقای کدیور، نه طرفداران آقای سروش. هرگز، دوران شما به پایان رسید. مانند جمهوری اسلامی که دورانش به پایان رسیده است، دوران شما نیز به پایان رسیده است، زیرا ایدولوژی شما و ایدولوژی جمهوری اسلامی یکی است، یکی است. بگذارید جهان ما، ایران، به طرز دیگری فکر بکند. بگذارید این ایران عزیز ما با افکار مدرنیته و خردگرایی بیش از پیش آشنا بشود و ذهن خودش رو پالایش بدهد. با تمام احکام و افکار دینی شما با سقوط کردیم. عزیزان من، اگر شما هم مانند من فکر میکنید، بگویید. این رو به هر کسی که میرسید بگویید. با زبان ویژه خود، با توجه به ظرفیت طرف مقابلتون، ولی میتوانید بگویید. پس بگویید. بنابراین امروز ما در نتیجه انقلاب چیست؟ میگه که با من میخوام از این جمهوری اسلامی بیرون بیام. این جمهوری اسلامی در ضمن یعنی حجاب اسلامی. این جمهوری اسلامی یعنی چی؟ یعنی کشتن انسانها، یعنی ستم بر زن. این جمهوری اسلامی یعنی قرآن. این جمهوری اسلامی یعنی علی ابن ابی طالب. این جمهوری اسلامی یعنی مهدی نبوده و در واقع خرافه مهدی و غیره و سایر. این جمهوری اسلامی همون صادقه و بهترین نماینده اسلام همین جمهوری اسلامی است. و اینو در یکی صحبتاش خامنه‌ای داشت میگفتش که شما در کجای تاریخ دیدید که این همه خدمت بشه به اسلام. حرف خامنه‌ای درسته، این همه پول کلان برای این همه امامزاده های عجیب و غریب، برای این همه حرم های عجیب و غریب که فقط و فقط در واقع در حال پوکاندن ذهن انسان ها هست، برای اینها این همه خرج کردش. از کجا؟ از پول ملت. و اسلام رو سعی کرد فربه بکنه. پس بنابراین ما میبینیم در درون این جنبش نفی حکومت اسلامی است، نفی حجاب اسلامی است، نفی
شعارهای اسلامی و مذهبی هستش. میگوید زن زندگی آزادی، یعنی توجه به زن کردن، رفتن به سوی برابری حقوقی زن با مرد، توجه به زندگی کردن، زندگی توأمه با آرامش، زندگی توأمه با سربلندی، زندگی که انسانها مورد احترام قرار میگیرند، زندگی توأمه با رفاه، زندگی توأمه با محیط زیست. بله، اینها در درون این زندگی و آزادی، آزادی بیان، آزادی گفتار، آزادی رأی، آزادی گردش، آزادی نقد دینها، آزادی، آزادی، آزادی مانند تمام کشورهایی که آزاد هستند و در دموکراسی دارن زیست میکنند. پس بنابراین یادتون باشه چه خارجی ها، یعنی انترکتویل های خارجی، چه انترکتویل های ایرانی، اونایی که میان به نحوی هی میخوان اسلام رو یکی نجاتش بدن و به شما بگوین که حتی مخالفتی با جمهوری اسلامی هستش، اسلام مخالفت با خود اسلام نیست البته، یا برخی ملی مذهبی ها به این ترتیب حرف میزنن. نه، بگویید این ماجرا اصلاح طلب اصولگرا، اون ماجرا دیگه تموم شد و اینجا هم اصلاح طلبان، نواندیشان، سروش ها، ملی مذهبی ها، شما دیگه نمیتوانید به ما تحریف های خودتون رو بفروشید. این جنبش میگه نه به حجاب اسلامی و میگوید نه به جمهوری اسلامی و میگوید نه به مداخله دین شما در درون نظام حکومتی فردا و تمایل دارد که به سوی دموکراسی برود، که این دموکراسی خود رو از بند دین رها کرده، زیرا دموکراسی یعنی اتکای بر حق شهروندی، شهروندان آزاد. آزاد از چی؟ از وابستگی های دینی برای گردوندن یک کشور. این انسان ها تابوهای خود رو باید بشکنند، دیگر به امر دین خودشون به شکل وهم‌آلودی این رو به عنوان راه نجات ملت ایران در نظر نگیرند. راه نجات ملت ایران در خرد، در دانش، در تجربه های انسانی، در دموکراسی های موجود، در اصول حقوق بشر. بزنید روی انترنت و بنویسید منشور حقوق بشر، 30 ماده حقوق بشر و بشینید تک تک اونها رو میان خود و دوستانتون صحبت بکنید. این است راهنمای ما. که خود این از کجا می آید؟ از تاریخ انسان ها می آید. و به قول برخی متخصصین نیز یکی از اون ریشه هاش همان منشور کوروش بزرگ است، استوانه کوروش. و کوروش جزء فرهنگ ما هستش، فردوسی جزء فرهنگ ما هستش. شما وقتی که اینها رو دارید، کجا به افراد مرموز و نادیده و ناشناخته و مزخرفی مانند ابوذرها و حسن و حسین و غیر و ذلک احتیاج دارید؟ اومدن به ما گفتن بله اقتصاد اسلامی میسازیم، جامعه الهی به پا میکنیم، آزادی حسین رو ببینید، صلح حسن رو ببینید، دانشگاه صادق رو ببینید. همه اینها مزخرفاتی بیش نبود و نیست و اینها ارزانی خود اونها، خود ملایان باد. ما نه ملا میخواهیم نه تفکرات ملایان رو. و به همین خاطر در این مراحل حساس تاریخ باید تو این ذهنمون باید آماده بکنیم، آماده بکنیم، آماده بکنیم که نقطه ای رو ببینیم که دیگر این ملاهایی که امروز عمامه هاشون به پایین میافتد، پس فردا در درون مکانیزم های قدرت اونها رو دیگر نبینیم.
پایین انداختن عمامه های امروز اینها به معنای پایین انداختن از تمام نهادهای قدرت، نهادهای آموزش، نهادهای مدیریت در جامعه فردا خواهد بود. بله. عرضم حضور شما که نکته دیگری رو دارم و پس از اون به طرف پایان دادن به صحبت خودمون می رویم. و این نکته در جستجوی متنی هستم که نزدیک چند روز پیش البته به دست من رسید، تحت عنوان بیانیه لیدرهای میدانی، بیانیه‌ای که در ایران چاپ شده. بیانیه‌های گوناگونی ما دیدیم تحت عنوان بیانیه محلات، محلات تهران، محلات تبریز، محلات سنندج و غیره. و این بیانیه اسمش بیانیه لیدرهای میدانی است، بیانیه شماره 1. زیرا ما میدونیم پیوسته بالاخره این جنبش رهبریش کجاست، چجوری ادامه کاری خودش رو تأمین میکنه، به دنبال پرسش های گوناگونی که اپوزیسیون خارج از کشور یا افراد گوناگون مانند من و شما کردیم، این پرسش ها آمد و هنوزم که هنوزه در واقع به نتیجه نرسیده ایم. خب یک جوابی در ارتباط با این پرسش ها هست. اجازه بدهید شاید این رو خونده باشید، حالا با هم برخی بخشای این رو مرور میکنیم، شاید هم ندیده باشید که بنابراین کشف کنید. بیانیه شماره 1 بنابراین چه میگوید؟ هدف ما مشخص است و راه رسیدن به پیروزی کامل واضح. و چنین میگوید: ما لیدرهای میدانی برای روشن کردن اذهان عموم اعلام میکنیم هدف کاملا مشخص و راه ما کاملا روشن و آشکار است. ما لیدرهای میدانی با این بیانیه به چند نکته مهم میپردازیم و غیر و غیره. و میگوید هدف ما کاملا مشخص و واضح است: سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در تمامیت آن و بنیانگذاری یک حکومت مردمی به دست مردم و برای مردم به معنای واقعی آن. راه ما کاملا واضح است. تا کنون در برابر ظلم و سرکوب وحشیانه عوامل مزدور خامنه‌ای با دست خالی ایستادگی کردیم، اما از روزهای آینده با ورود به فاز سوم انقلاب با متجاوزان و اشغالگران کشورمان یعنی آخوندها، کشورمان به صورت سازمان یافته مقابله به مصر خواهیم کرد. بعد میگوید رهبری انقلاب دست چه کسی است؟ این روش که فکر میکنید باید یک نفر رهبر بالای سر باشد و به ما بگوید که چه کار کنیم، کاملا منسوخ شده است. انقلاب نوین ایران رهبر مشخصی ندارد. ما نسل گذشته نیستیم که خودمان را وامدار پیرمردی مرتجع و خرفت بکنیم. یعنی منظور خمینی است. مفسران و احزاب و گروه ها و شخصیت های سیاسی و اجتماعی باید از افکار قدیمی دور شوند و افکار ما نسل جوان را که خود ریشه در اسطوره های کهن ایران زمین دارد درک کنند. ما همان آرش شیواتیر و همان رستم دستان هستیم. ببینید رجوع به فرهنگ عمیق ایرانیان. ما همان آرش و همان رستم هستیم. یعنی در تاریخ و در اسطوره.
که به عنوان نسل دیجیتال ظهور کرده ایم. ما مانند بلوک های زنجیره‌ای در سراسر ایران، از دانشگاه ها تا مدارس، از کارخانجات تا ادارات و وزارتخانه ها، از خانه ها تا خیابان ها، همه با هم در ارتباط و لیدر هستیم. جالبه. بنابراین بیش از پیش باز تیکایی از اون رو میخونم، دعوت میکنیم از تمام کسانی که تاکنون منفعل ماندن، دعوت میکنیم به جای تماشاچی بودن به صفوف ما در همه جای ایران بپیوندن و ما را برای رسیدن به این هدف بزرگ که هدف همه ایرانیان آزادی خواه است همراهی کنند تا هرچه زودتر و با خسارت جانی و مالی کمتر به پیروزی برسیم. نکته دیگر از این اعلامیه میگوید سازماندهی انقلاب چگونه است و میگوید که از سال 98 ما شروع کردیم به در واقع سازماندهی خودمون. بعد سال دیگه ای مطرح میکنه، من جوابها رو نمیخونم به خاطر اینکه وقت زیادی نمونده. برای جلوگیری از هرج و مرج پس از انقلاب، پس از پیروزی انقلاب تا تشکیل حکومت موقت چه تدابیری اندیشه باید داشته باشیم؟ و باز در این زمینه نظرات خودش رو توضیح میده و از جمله میگوید هر محله‌ای باید هسته افراد آن محله و به خصوص جوانانی که از توانایی بدنی خوبی برخوردار هستند و علاقمند به قبول مسئولیت در کلانتری های تسخیر شده و انتظامات آینده را در واقع داشته باشند، همچنین افراد ریزشی نیروهای انتظامی و بسیج که با انقلاب ایران همراه بشوند نیز میتوانند در درون این کمیته ها وارد بشوند. و بنابراین داره خط میده که چگونه باید ما عمل میکنیم و دیگران نیز میتوانند عمل بکنند. پس صحبت از این میکنه که نقش نیروهای مسلح در انقلاب آزادی ایران چیست و چه خواهد بود و این گونه مطرح میکنه. ارتش ملی ایران در حال شکل‌گیری و نامنویسی اعضاست که در زمان کنونی به شیوه هسته هایی در پادگان ها و جاهای مختلف در سطح همه نیروهای مسلح فعال هستند. نیروهای ریزشی سپاه پاسداران اگر مایل به خدمت در ارتش ملی ایران باشند به کار گرفته خواهند شد و در آینده نزدیک ارتش ملی ایران هسته های خود را در همه جا گسترده خواهد کرد. و بالاخره یک جمله بخونم و اینکه گفته می شود آیا این انقلاب یک انقلاب فمینیستی است؟ حرکت انقلاب ایران آزاد یک انقلاب فمینیستی نیست، بلکه انقلاب همه مردم و همه اقشار مردم است. دختران و بانوان شجاع ایران پیش روان این انقلابی بی نظیر ما هستند. بنابراین رجوع میده به نه به خاطر اینکه واژه فمینیست ما رو نزدیک میکنه با اون فمینیسم که در اروپا بوده و بنابراین ها به درستی میگویند که نه این فمینیست، ولی تاکید میکنن روی چی؟ نقش برجسته دختران. من در نگاه خودم صحبت از گرایش زنانه همیشه کردم. پس دوباره به این برگردیم. ایرانیان عزیز خارج از کشور چگونه میتوانن کمک بکنن؟ آه، این برای همه ما هستش. همیمنان خارج از کشور همونطور که تا کنون همراهی بسیار قابل تقدیری داشتن، پشتیبانی خود از طریق راهپیمایی ها بویژه در جلوی وزارت امور خارجه در کشوری که ساکن هستن ادامه دهند. ما درخواستی را به انگلستان زمیمه برنوشته و این را بیان کرده ایم و از جمله خواهان این هستن که این در واقع در این نامه خواستار لغو اعتبارنامه های سفرا، کنسول ها و همه دیپلمات های جمهوری اسلامی شده ایم. بنابراین اینها چنین میگویند باید چنین کارهایی رو باید کرد. و بالاخره در یک جای دیگه هم میگه که به هر حال نسبت به سفارتخانه ها و کنسولگری ها در واقع در جستجوی این باشید که این افراد پرسنل سفیرها و غیر ذلک اینها در واقع اخراج بشن. و
به علاوه جمله ای هم در ارتباط با آقای حامد اسماعیلیون مطرح کرده که ایشون در این بیانیه میگوید ما کار ایشان را تایید میکنیم و غیره. و بالاخره آخر این نامه یا این در حال این بیانیه چیست؟ میگوید نقش اپوزیسیون در این انقلاب چیست؟ ما جوانان و لیدرهای میدانی، یعنی همان رهبران، از تمامی اپوزیسیون تقاضا داریم آنها بدون مطرح کردن گروه یا سازمانشان از انقلاب نوین ایران پشتیبانی کرده و پس از دوران گذار چون بقیه احزاب خود را به رأی مردم بگذارند. و بالاخره مطرح میکنه که روابط ایران با کشورهای دنیا و نحوه صدور نفت و گاز چه خواهد شد. باز هم در این زمینه در واقع داره مطرح میکنه که نفت و گاز ایران بر اساس قیمت روز، ما موقعی که به قدرت جدید برسیم و منافع ملی، نه بر منافع ملی ما، به کشورهای اروپایی و آمریکا و سایر کشورها صادر خواهد شد. بنابراین اهل جنگ و جدال نیستیم. و بالاخره این جمله را هم جمله واقعا آخر این به اصطلاح بیانیه را بگم، انتظار داریم تمام مردم و به خصوص رسانه ها که خود را پشتیبان انقلاب آزادی ایران می دانند لطف کرده این بیانیه را به هر طریق ممکن نشر دهند. پیروزی نزدیک است، لیدرهای میدانی حرکت انقلابی ایران آزاد. اینم به هر حال با عنوان یک وظیفه مطرح کردیم، به خاطر اینکه از ایران اومده ما اطلاع دقیقی نسبت به این عزیزان نداریم، ولیکن میبینیم که حس ما بر این استش که اینها در همون مسیر انقلاب دارن حرکت میکنن و از سوی دیگر پشتیبانی مایی که در خارج از کشور هستیم از جمله به این ترتیب باید باشه که اینها رو حمایت بکنیم، خبرهای اینها رو در واقع منتشر بکنیم. ولیکن جدای از این مطلب، برای من از نظری به هر حال کسی که جامعه شناسی جامعه برایش مهم هستش، اینکه با پیوستم میدانیم که در زمینه علوم سیاسی پیوسته مسئله رهبری یک جنبش پیوسته مطرح بوده، این یک داده جالبی هست که به ما اجازه میده که تحلیل‌های خودمون رو از مسئله رهبری تدقیق بکنیم. رهبری فقط گروه‌های سیاسی خارج کشور نیستند به هیچ وجه، امروز به هیچ وجه، و بنابراین این رهبری که از دل جامعه میخواد خودشو بیاره بالا نیروی بالنده هست. و بنابراین ببینید عزیزان، خود پویایی جامعه، پویایی جنبش عملا شرایطی به وجود بیاره که هم سازماندهی بیشتر و هم در واقع رهبریت ویژه خاص خود رو به وجود می آورد. بنابراین عزیزانی که در ایران هستند، اونها مشغول تدارک عمیق‌تری هستند. برای چی؟ برای پیروزی فردا. این هم نکته بود که به این ترتیب مطرح کردم و در اینجا هستش که به هر حال به پایان کار خودمون بریم، فرصت رو باز بکنیم برای عزیزان دیگری که میخواهند بیان و برنامه‌های بعدی رو ارائه بکنن. و فقط من نمیدانم در آمریکا الان چه ساعتی هستش، حتما طی روز هستش. امیدوارم که پیوسته خوب و شاد باشید عزیزانی که در آمریکا هستید، عزیزانی که در استرالیا هستید، عزیزانی که در اروپا هستید، و همچنین به همه عزیزانی که در ایران ما هستند و چنین برنامه‌ای رو نگاه خواهند کرد، اونها هم دست شما درد نکند. ما حامی انقلاب مردم هستیم. من به نوبه خودم به عنوان یک فرد، به عنوان یک دانشگاهی، از لحظه‌ای که این انقلاب سوم آغاز شد چندین مقاله در این زمینه نوشتم، جنبه‌های مختلف انقلاب رو در واقع توضیح دادم و فردا نیز یک مقاله مفصل جدید رو منتشر خواهم کرد، به خاطر اینکه ما تشنه تغییر هستیم. این تغییر، تغییر اساسی در جامعه ما هستش، به خاطر اینکه حس من در این است که نه تنها میخواهد ما رو به طرف دموکراسی برای امر شهروندی
برای در واقع رسیدن به یک حکومت سکولار نزدیک بکنه، گفتم سکولار و باز میگویم لاییک نزدیک میکنه، و از این زاویه بسیار پر اهمیت هستش تا اینکه این مسیر بره به نقطه ای که بالاخره جامعه ما به یک اقتصاد متکی بر مالکیت خصوصی، متکی بر بازار آزاد، متکی در ضمن بر رفاه اقتصادی و متکی بر عدالت اجتماعی بتواند ساماندهی بکند و اون کشور و اون اقتصادی که در تناقض با محیط زیست نیست، محیط زیست رو در ضمن یادمون باشه همین الان همین روزها در مصر در واقع یک کنفرانس بین‌المللی مربوط به محیط زیست هستش عزیزان من، و متاسفانه انسان‌ها به لحاظ مطالب گوناگون توجه لازم رو نکردن و امروز هم در جهان مسئله انرژی و مسئله جنگ و مسئله گرفتاری‌های کشورهای گوناگون و از جمله مسائل ما در ارتباط با این انقلاب کنونی ذهن‌ها رو کاملا آزاد نمیذاره که توجه بکنیم یک پدیده بسیار خطرناکی نیز وجود دارد و اون هم مسئله چیست؟ مسئله گرمایش زمین. عزیزان من، گرمایش زمین، یادمون باشه ما به انقلاب پرداختیم و میپردازیم، یکی از بُعدهای اساسی انقلاب ما در ضمن مسائل مربوط به محیط زیست است عزیزان من. محیط زیست رو فراموش نکنید. من خواهش من این هستش و من گاه به گاهی در همین برنامه و یا برنامه‌های دیگر درباره محیط زیست صحبت کرده و خواهم کرد، به خاطری که اون انقلابی که داره صورت میگیره، این انقلاب در ضمن باید به اقتصاد خودش، به فرهنگ خودش، به جامعه خودش فکر بکنه و این فکر نمیتواند از امر محیط زیست جدا باشد. محیط زیست یعنی زندگی انسان، محیط زیست یعنی طبیعت، محیط زیست یعنی پرنده و جانوران. همه اینها در واقع یک اکوسیستم رو به وجود میارن و در درون جامعه ما این اکوسیستم ها بیش از پیش نابود شده و بنابراین این آخرین کتابی هستش که من منتشر کردم، حدود نزدیک 600 صفحه، و این کتاب چه میگوید تحت عنوان بحران بزرگ درباره زیست بوم جهان و ایران هستش، تئوری ها و نظری های در ارتباط با محیط زیست، در ارتباط با اکولوژی در جهان هستش، از نظر فلسفی، جامعه شناسی، اقتصادی و غیر و غیره. و در ضمن رجوع میکنم به جامعه خودمون، طی 43 سالی که گذشت، این 43 سال جز تخریب، جز در واقع ویرانگری توسط جمهوری اسلامی در زمینه محیط زیست ما چیزی دیگری ندیدیم. بنابراین یادتون باشه عزیزان ما، یادتون باشه، یادمون باشه ما داریم انقلاب میکنیم، عزیزان ما دارن انقلاب میکنن، ولی این انقلاب نباید مانع فکر کردن به مسئله اساسی محیط زیست باشد. فردایی که این جمهوری اسلامی بیافتد، چه اقتصادی میخواهید؟ اقتصاد باید این محیط زیست رو در نظر بگیرد. فردا وقتی که این رژیم بیافتد، شما میخواهید راجب نفت فکر بکنید، نفت باید متکی بکنه خودش رو، بالاخره جایگاه نفت در این اقتصاد پایدار چه باید باشد؟ فرهنگ بچه ها، فرهنگ نوجوانان بدون محیط زیست نمیتواند فرهنگ صحیحی باشد. و نقش ما در این جهان، ما جزو ده کشوری هستیم که بیشترین گازهای سمی رو در دل جهان داریم پخش میکنیم، در بین ده کشوری که بیشترین در واقع گازهای سمی و کربونیک رو دارن پخش میکنن، ما هم برابر این مسئول هستیم، هم در ارتباط با کشور خودمون، هم در ارتباط با جهان. ما داریم جهان رو نیز تخریب میکنیم، ما داریم اقلیم جهانی رو نیز تخریب میکنیم، ما داریم در ارتباط با گرمایش زمین نقش فعال و منفی در ضمن داریم. پس بنابراین یادمون باشه برای فرهنگ خودمون و برای عرضم حضورتون که دولت بعدی، سیاست های بعدی، و برای اینکه برای جوانان فرهنگ سازی بشود، باید به امر محیط زیست دقت شود. این کتاب، بسیار از کتاب های من در واقع امروز به شکل PDF هستش و به شکل رایگان هست. این کتاب از اونجایی که جدید هستش هنوز به شکل PDF نشده، ولی که این کتاب توسط نشر فروغ که در آلمان هستش
توسط اونها تهیه و بنابراین پخش می شود، توزیع می شود. عزیزان می توانید بنویسید بوک فروغ یا فروغ بوک، و به این ترتیب، یا به فارسی می توانید بنویسید، و به این ترتیب در واقع میرید در درون این سایت این فروغ و بنابراین می توانید این کتاب رو به دست بیاورید. بنابراین در آلمان هستش فروغ، و اون زمان هستش که شما اطلاعات لازم رو خواهید داشت. به امید روزهای بهتر عزیزان من، به امید آزادی و دموکراسی برای ایران، بنابراین من هم مانند شما میگویم پاینده ایران. سپاسگزارم.